سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. تو این ویدیو میخوایم با همدیگه در آقا یه چیزی این فایندر مکوس ما رو دیوونه اون کرد. اما ویندوز خیلی بهتر بود. جان من بگو اینو چیکارش بکنم. اوکی. کلا کسایی که از ویندوز به macOS کوچ میکنن یکی از اصلی ترین شکایت هایی که دارن و چیزایی که کمتر رضایتشون رو جلب میکنه همین فایندر توی macOS. فایندر یعنی جایی که گوشه ها و فایلامون رو مدیریت میکنیم. توی تجربه‌ای که توی مدت کسب کردم دیدم که علتش اینه که تنظیمات مربوط به فایندر رو خیلی هاتون از همون اول به درستی انجام ندادین و جلوتر هم که اومده دیگه به همون شکلش عادت کردین و یه عالم از نکات و تنظیماتی که مربوط به فایندر هست و هیچ وقت یاد نگرفتین و برای همین هم هست که این رو خیلی ها یه نقطه ضعف توی macOS میدونن، در حالی که اینطور نیست. اگه بدونین که چقدر دستمون بازه توی فایندر macOS برای اینکه شخصی سازی انجام بدیم، کلی شورتکات های جالب وجود داره که میتونیم کارمون رو خیلی سریع انجام بدیم و حتی چیزایی مثل اسمارت فولدر که توی ویندوز اصلا همچین چیزی رو نداریم چقدر میتونه کمک بکنه بهمون، اون وقت دیدگاهتون در مورد فایندر کاملا متفاوت خواهد بود. تا انتهای این ویدیو من همراه باشید تا با هم دیگه کلی نکات کاربردی جالب در مورد فایندر توی macOS رو یاد بگیریم. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که روی دسکتاپ دکمه های کامند و کاما رو با هم دیگه فشار میدیم و وارد تنظیمات مربوط به فایندر میشیم. این تنظیمات از منوی فایندر و سیتینگز هم در دسترسه. اینجا توی صفحه جنرال تیک هارد دیسک و اکسترنال دیسک رو بر میداریم و البته تیک های دیگه، چون اینا وقتی که باشن این طرف هارد دیسکمون رو به صورت دیسک نشون میده و اگر هارد اکسترنالی متصل باشه به سیستم یا برای نصب نرم افزاری اگر فایل ایمیجش رو باز کرده باشید روی دسکتاپ به نمایش در میاد و دسکتاپتون میتونه شلوغ بکنه. پس تیک این دوتا رو برمیداریم و گزینه اینجا وجود داره که ازتون میپرسه وقتی که یه پنجره فایندر جدید باز میکنیم اون رو توی چه پوشه‌ای باز بکنه. من اینو دسکتاپ انتخاب کردم و میتونید اون رو بر حسب سلیقه خودتون روی پوشه دیگه‌ای بذارید. توی صفحه ادوانس به طور پیش‌فرض تیک این گزینه نخورده. پیشنهاد میکنم که این تیک رو بزنید و با این کار پوشه های شما همیشه داخل پنجره بالا میمونن و فایل ها پایین اونا، اینجوری دسترسی بهشون خیلی ساده تر. و همینجا توی صفحه ادوانس دوباره دقت بکنید که این گزینه مربوط به سرچ رو پیشنهاد میکنم که روی گزینه سرچ the current folder قرار بدین، چون اگر توی سرچ دیس مک باشه، مثلا شما داخل یه پوشه هستین میخواین سرچ بکنین، چیزی که سرچ میکنین پیش از اینکه تو اولویت قرار بده پوشه حاضر رو میره و کل کامپیوتر شما رو میگرده. همینجا توی پوشه فایندر سیتینگز توی قسمت سایت بار هم میتونیم مشخص کنیم که چه گزینه هایی اینجا توی سایت بار فایندرمون همیشه به نمایش در بیان که این سلیقه ایه و بر حسب سلیقه خودتون میتونید تیک مربوط به گزینه ها رو اینجا بزنین و داشته باشید. توی فایندر ما میتونیم فایل هامون رو با حالت‌های مختلفی مشاهده بکنیم، حالت آیکونی و حالت‌های لیستی که اینم سلیقه‌ایه و بر حسب اینکه چجور استفاده می‌کنین از کامپیوترتون و چه شکلی فایلاتون رو راحت‌تر پیدا می‌کنین میتونین هر کدوم از اینها رو انتخاب بکنین. شورتکاتش روی کیبورد هم کامند 1، کامند 2، کامند 3 و کامند 4. توی حالت‌های 3 و 4 ما سمت راست یه پریویو داریم که توی حالت دوم و اول نیست. چکار کنیم که اینا رو داشته باشیم؟ همیشه اون پریویو رو کنار دستمون داشته باشیم. کافی کامند و شیفت و پیو بزنیم و به این ترتیب منهای اینکه توی چه حالتی از نمایش فایل هامون هستیم میتونیم همیشه یه پریویو از فایلی که انتخاب شده و توضیحاتش رو داشته باشیم. گزینه مثل روتیت، مارکاپ که میتونیم خیلی سریع ادیتی انجام بدیم روی فایلی که باز شده و یه مور داریم برای اینکه مثلا کانورتش کنیم به حالت مختلف رو در دسترس داشته باشیم. دوباره کامند و شیفت و پیو میزنم و به این ترتیب اون پنجره پریویو بسته میشه. حالا اندازه ای آیکونای مربوط به فایلامونو چجوری میتونیم تغییرشون بدیم؟ من اینجا یه نواری رو دارم این پایین که میتونم به سمت راست و چپ بکشم و اندازه فایل رو عوضشون بکنم، بزرگ و کوچیکتر بکنم. چجوری این به نمایش در میاد؟ خیلی ساده است. کامند و اسلش روی کیبورد اگر بزنیدش میتونید این نوار رو اضافه بکنید به پایین فایندرتون. یه راه دیگه ای هم برای بزرگ و کوچیک کردن اندازه فایل ها وجود داره و اون کامند و مساوی برای بزرگ شدن و کامند و منها برای کوچیک شدن فایل هاست. اما یه چیز دیگه ای هم من اینجا دارم که نشون میده پوشه من توی چه مسیری قرار گرفته. بهش میگن پث بار.
که با فشار دادن دکمه کامند آپشن و پی میتونیم اون رو به نمایش در بیاریم یا حذفش بکنیم. به این ترتیب میتونیم ببینیم که خب پوچه ما توی چه مسیری قرار گرفته و میشه با کلیک کردن روی هر کدوم از این گزینه ها جابجا شد توی اون پوشه های مختلف و خیلی سریع دسترسی پیدا کرد مثلا به پوشه های بالاتر. یه راه دیگه هم وجود داره برای اینکه توی پوشه ها جابجا بشیم. اینجا وقتی روی اسم پوشه با فشار دادن دکمه کامند کلیک میکنیم میتونیم پوشه های بالاترش رو خیلی سریع ببینیم و با یک کلیک جابجا بشیم و به اون پوشه بالاتر دسترسی پیدا بکنیم. نکته بعدی اینه که خب برای تغییر اندازه پنجره میتونیم از این گوشش بگیریم و جابجاش کنیم، اما اگه دکمه آپشن رو نگه داریم روی کیبورد و موسمون رو حرکت بدیم اون وقت پنجره از هر چهار طرف حرکت میکنه و میتونیم خیلی سریعتر سایزش رو تغییر بدیم. اگه چندین پنجره مختلف فایندر رو همزمان باز داشته باشیم روی دسکتاپمون میتونیم به منوی ویندو بریم و گزینه مرج اول ویندوز رو بزنیم، اون وقت همشون میان توی یه صفحه قرار میگیرن و با دکمه های کنترل و تب میتونیم بین این صفحات خودمون رو جابجا بکنیم. یه سری شورتکات هم وجود داره توی فایندر که ما رو صاف میبره سر یه پوشه خاصی، مثلا کامند و شیفت و دی ما رو میبره روی دسکتاپ، کامند و شیفت و آ ما رو میبره به پوشه اپلیکیشن، کامند و شیفت و آر میریم روی ایردراپ و کامند و شیفت و او ما رو میبره به پوشه داکیومنت. یا نکته دیگه ای که دونستنش میتونه جالب باشه اینه که همونطوری که توی محیط نرم افزارها میتونیم با زدن کامند و زد یه گام به عقب برگردیم، اینجا هم میتونیم کارو بکنیم. مثلا من این فایل اگه پاکش بکنم و بعد پشیمون بشم میتونم کامند و زد رو بزنم و فایل از سطل آشغال برمیگرده و سر جای خودش قرار میگیره. یه مورد دیگه ای که توی مک وجود داره اینه که ما میتونیم توی پوشمون فایل ها رو مثلا توی هر جایی قرارشون بدیم اگر گزینه سورت بای در حالت نان قرار گرفته باشه. تا یه جایی این میتونه خوب باشه، میتونه مثلا بر اساس سلیقه‌تون فایل ها چیده بشه، ولی اگه تعداد فایل ها زیاد باشه و توی همه پوشه هاتون این اتفاق وجود داشته باشه اون وقت پیدا کردن فایل براتون خورده سخت میشه. چیکار میشه کرد که اینو وضعیتشو بهتر بکنیم؟ یه گزینه توی منوی ویو وجود داره به اسم کلین آپ که اگه بزنیم یه خورده این فایل ها چیدمانشون قشنگتر میشه و اون وقت میتونیم دوباره بیایم و از گزینه کلین آپ بای نیم استفاده کنیم و میبینیم که حالا همه فایل ها به ترتیب کنار هم قرار میگیرن. همین اتفاق میتونه با استفاده از گزینه سورت و سورت بای نیم هم اتفاق بیفته. فایل ها و پوشه ها بر حسب اسمشون چیده میشن در کنار هم و به این ترتیب پیدا کردنشون برای ما راحت تر خواهد بود. بریم سراغ نکته بعدی. یه چیزی داریم ما توی مک به اسم کویک لوک که شما هر فایلی رو که انتخاب کرده باشین اسپیس رو نگه دارین اون فایل بزرگ به نمایش در میاد و میتونین یه نگاهی بهش بندازید. میتونین این کویک لوک رو توی تول بارتون هم داشته باشین که نیازی به زدن دکمه اسپیس نباشه و اون وقت میتونید با کلیک کردن روی فایل ها یه پیش نمایش ازشون داشته باشید. این تول بار بالا رو چجوری میشه ادیتش کرد؟ کافی اینجا کلیک راست بکنیم، کاستومایز تول بار رو بزنیم. اینجا از بین انواع منوهایی که برامون وجود داره میتونیم انتخاب بکنیم که کدوماشو داشته باشیم کدوماشو نه. یکی از گزینه‌هایی که به نظرم به درد میخوره که این بالا قرار بگیره گزینه ایردراپ که برای اینکه مثلا اون بالا قرارش بدین کافی بگیرین بکشین و بندازینش توی محلی که میخواین و بعد دکمه اوکی رو بزنید. به این ترتیب اگر میخواید یه فایلی رو مثلا ایردراپش بکنید به گوشی آیفونتون، به یه مک دیگه یا به آیپدتون، کافی انتخابش بکنید و روی گزینه ایردراپ بزنید، خیلی سریع میتونید این فایل رو ارسال بکنید. اما نکته بعدی، فرض کنید که من میخوام برای این آیکون های نرم افزار ادوبی یه پوشه جدید درست کنم. اونا رو انتخاب میکنم، کامند و کنترل و ان رو روی کیبورد فشار میدم، همه اینا میرن توی یه پوشه جدید قرار میگیرن به همین سرعت و به همین سادگی. اگه شورتکات ها توی خاطرتون نمیمونه راه حل دیگه اینه که آیتماتون رو سلکت بکنین، از منوی فایل میایید و گزینه نیو فولدر ویت سلکشن رو انتخاب میکنید. به این ترتیب همه گزینه‌هایی که سلکت کردین میرن داخل یه پوشه قرار میگیرن که میتونید براش اسمشو انتخاب بکنید. مورد بعدی که خوبه که یاد بگیرین و بلد باشین اینه که برای اینکه پنجرهمون رو یه سهمی از فضای دسکتاپمون رو بهش بدیم و مثلا بقیه پنجرهمون رو تو بقیه صفحه بچینیم، یه گزینه اینجا داریم تو منوی ویندو، تایل ویندو تو لفت اند تو رایت. میشه با زدن این گزینه پنجره رو دقیقا بچسبونیم به نصف صفحه، اون وقت میتونیم انتخاب کنیم که توی نصف دیگه صفحه چی به نمایش در بیاد و با این خط وسطش هم میتونیم فاصله بین دوتاشو مشخص کنیم. اما یه کار جالب دیگه هم میشه انجام داد که منوش همینجوری توی دسترس نیست. کافیه وقتی تو منوی ویندو میایم دکمه آپشن رو روی کیبورد نگه داریم و اون وقت این گزینه تایل ویندو به موو ویندو تبدیل میشه. تو این حالت
پنجره میچسبه سمت چپ، ولی دیگه اصراری نداره که حتما یه چیزی رو انتخاب کنیم توی این قسمت قرار بگیره و آزادانه میتونیم پنجره های دیگه‌مون رو توی تصویر داشته باشیم. اما میرسیم به موضوع اسمارت فولدر. فرض کنید که من میخوام یه پوشه‌ای داشته باشم که فایل‌های مشخصی رو توش قرار بدم. حالا این مشخص میتونه بر حسب پسوندشون باشه، بر حسب اسمشون باشه، فرمتشون باشه یا هر چیزی. کافیه روی آیکون فایندر کلیک راست بکنم، گزینه نیو اسمارت فولدر رو انتخاب بکنم و چی برام باز میشه؟ پنجره سرچ برام باز میشه. روی دکمه به علاوه میزنم و با نگه داشتن دکمه آپشن روی کیبورد روی این سه تا خط کلیک میکنم. حالا اینجا میتونم خیلی دقیق مشخص بکنم که فایل هایی که مد نظر من هست برای اینکه توی این اسمارت فولدر یا فولدر هوشمند من قرار بگیره چه چیزهایی باشن. توی گزینه اول میام میگم کایند یا نوع فایل مد نظر منه. به جای انی میگم که میخوام که مثلا فایل ایمیج یا عکس باشه و به جای اول میگم که میخوام پسوندش پی ان جی باشه. به این ترتیب توی کامپیوتر من همونطور که می‌بینید مثلا 21603 تا فایل PNG پیدا کرده که همه‌شون رو اینجا میتونم یک جا با هم دیگه در دسترس داشته باشم. خب بعد از اینکه همه اینا رو پیدا کردیم کافیه که روی دکمه سیو بزنیم و جاش رو مشخص کنیم. مثلا من میگم روی دسکتاپ قرار بگیره، اسمش رو هم میذارم PNG All. اگر گزینه Add to Sidebar رو تیک دار کنم اون وقت این کنار دست در لیستی که توی سایدبار وجود دارم اضافه میشه. اگر هم تیکش رو نزنم این اتفاق نمیفته. حالا روی دسکتاپ هم یه پوشه دارم که آیکونش شکلش فرق داره، بنفش رنگه و اسمارت فولدره. حجمی رو اشغال نکرده روی کامپیوتر من، همونطور که می‌بینید فقط 3 کیلوبایت حجمشه. اما تمام فایل‌های PNG یعنی 21000 تا فایل PNG که توی کامپیوتر من هست رو همه رو با هم دیگه در بر گرفته. شما از فایندر مک چطور استفاده می‌کنید و چه تجربه‌ای در موردش دارید؟ توی قسمت کامنت‌ها بذارید ببینم چی میگه. فقط به من بگوی دکمه سابسکرایب کانالت کجا سوال زنیم لایک داری. مرسی.